بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد و عاله الطاهرین در ادامه مباحث مربوط به مجالس سبعه حضرت مولانا در مجلس دوم رسیدیم به بحث حدحد خود خود و سلیمان هدهد روزی چندی از پیش سلیمان قایب شد در اقلیم جهان سفر کرد در دوران زمان نظر کرد آوازه که ملک بلقیس بیاورد سلیمان بر تخت ملک نشسته بود و لشکر سلیمان مستمع و هر روز بامداد با داد که آفتاب سر از دریچه عقبه کوه برکردی تیغ زرندود از قراب مشرق برکشیدی خاکیان را خلعت نور بخشیدی جن و انس به اطراف تخت سلیمان می آمدند شیر شور و شر در گذاشته که چه میفرمایی گرگ با میش آشنا گشته که چه میگویی شاهین و تزرب منقار نقار در باقی کرده که فرمان چیست اگر موری در جوف صخره سما قمی و هم می گفتی سلیمان مضمون غم و هم حرکاتش را بشنیدی و بدانستی خب همه اهل فضلید و همه عنایت کردید که موضوع چیست میفرماید که راجع به ملک, ملک, و پادشاهی از سلیمان است که میدانید ایشان زبان مرغان را میدانست و بر باد فرمان میراند و باد به دست ایشان بود و هرچه که سخن میگفتند حیوانات حضرت سلیمان آنها را میشنید میگوین یک روز یا چند روز بود که هدهد نیامد وقتی که همه صبحگاهان عریضه خدمت در دست می آمدند پیش از سلیمان از سلیمان فرمود که هدهد هد کجاست هدهد هد همان پوپک یا شانه به سر هست هدهد هد کجاست و گفتند که مدتی نیست و در قرآن هم هست که گفت که اگر او را بیاورم اشاراتی هست و در تفاصیر هست که اگر او را بیاورم او را چنان در زیر آفتاب خواهم گذاشت که برها پشیمان شود از بودنش و بمیرد یا به حال او را کیفر سختی خواهم داد. و برای همین ایراد گرفتن عرفا هم به این نکته توجه کردند که سلیمان چرا هدهدی ضعیف و پرندهی ضعیف رو به کیفر میگیرد و او را کیفر میدهد و مباحث خاصی دارد که در جای خود قابل بحث است مولانا اینجا منظورشان این است که میفرمایند وقتی که قصه را میگویند البته به شکل خیلی ادیبانه و به شکل خیلی زیبا که هدهد گفت که کجا بودی هدهد رو آمد و گفت من رفتم در سبا و کشور یمن در ملکی, ای را دیدم که چهار هزار نفر هر کدام از دشکریانش بود و چنان کری و فردی داشت و چنان عظمتی داشت و همه انسانها تابع او بودند. گفت نامش چه بود؟ گفت نامش بلقیس و به قول بلقیس گفتند بلقیس یعنی ابوالقیس و بعضی گفتن لقب است و بعضی گفتن که خود بلقیس است خب طبق تاریخ ها بلقیس دختر حدهاد بوده است و حدهاد کسی بوده که در یمن پادشاهی میکرده شما میدان که سبعیان سبعیان در یمن حدود 900 سال پادشاهی کرده اند تقریبا زمان حضرت سلیمان و قبل از آن و تا 150 سال قبل از اسلام اینها حاکمیت داشتند بر یمن و شهر صنعا رو اونها ساختند و قصه هاش هم روشن هست کسی به سرزمین بلقیس حمله می کند و او هم از برابر او فرار می کند ناگ... لشکریان آن شخص و پادشاهی که در قسمت اعظم یمن دست او بوده بلقیس را اسیر میکند و با خود به قصر خود میبرد هنگامی که آن پادشاه مست میشود بلقیس او را میکشد و خود خود را رها میکند و در حقیقت صاحب سرزمین یمن می شود کل سرزمین یمن رو در اختیار می گیرد و بسیار کروفر بوده است با کرروفر بوده است بعد میگوید که خب چنین کنیم و مشهور از حال قصه هایی در تورات هست قصه هایی در قرآن هست نسبت به این مسئله و قصه هایی در قصص قرآنی مطرح شده است و حضرت سلیمان به او نامه ای می نویسد و این نامه رو می دهد به خود هد که ببرد و بدهد و بگوید که بیا و به خدای یگانه ایمان بیاور او هم می برد و نهایتا بلغیس هم قبول می کند طبق روایت های توراتی حضرت سلیمان با باد توسط باد تا یمن می آید و بعد از آن وارد قصر بلغیس می میشود او بسیار از او پیشواز مناسبی دارد و بعد با هم دیگر ازدواج میکنند و هفت سال و چند ماهی در حوالی نکاه سلیمان بوده است بعد بلقیس میمیرد و قبری دارد که مشهور است که ولید ابن عبدالملک ابن مروان در زمان ولید پیدا شد قبر بلقیس و او گفت که به همان شکل آن را بازسازی کنند و یک در حقیقت یک بارگاه هم برای او ساختند و اکنون هم گویا موجود هست در جزء آثار باستانی محسوب است نهایتا این قصه ای است که بیان شده است در تورات یا در جاهای دیگر اما چون مسئله مهمی بوده است برفا از اینها بسیار استفاده های خاص کردهان برای مقاصد خاص خودشان از جمله خود مولانا استفاده کرده است برای اینکه میگوید سلیمان خود تو هستی ای انسان که همه چیز در دست تو هست و بالقیس همان نفس توست که بایستی آن نفس خود را مسلمان کنی و او را به اسلام بیاوری و آن وقت است که ملک پادشاهی ملک و پادشاهی و عظمت الهی در تو به وجود خواهد آمد خب میفرماید که هده چند روز از پیش سلیمان قایب شد در اقلیم سفر کرد و رفت به یمن حضرت سلیمان در اورشلیم بوده است دیگه اورشلیم تا یمن فاصله نسبتا زیادی است تا آنجا رفته و میگوید که سلیمان بر تخت ملک نشسته بود یا بر تخت ملک نشسته بود و لشکر سلیمان مستمع لشکریانش جمعش بود دورش بودند و سر از دریچه عقبه کوه بر کردی یعنی آفتاب طلوع میکرد کرد عقبه کوه یعنی عقب کوه یعنی هر وقت که آفتاب طلوع میکرد کرد تیغ زرندود از قراب مشرق برکشید از نزدیکی قراب یعنی قربت نزدیکی مشرق تیغ و شمشیر زرندود خود را تلای، شمشیر تلایی خود را بر جهان نازم کرد یعنی آن در اول طلو دیده اید که بارقه هایی از نور می آید و چشم آدم رو می زند. این رو به تیغ و شمشیر زرین شمشیر تلایی تشبیه کرده است تشبیه خیلی ادیبانه ای هست تیغ زرندود از قراب مشرق برکشیدی خاکیان را خلعت نور بخشیدی به همه خلعت این یعنی لباس لباس نور به خاکیان داد یعنی همه جا رو نور گرفت جن و انس به اطراف تخت سلیمان می آمدن خب حضرت سلیمان از آنهایی بود که بر همچنان که بر انس فرمان میراند بر جنیان هم فرمان میراند و بحثی است میگویند خیلی از چیزهایی که در و در قرآن هم هست اتفاقا که آن چیزها آن ظرف بسیار عظیمی که بوده است و ساختمانهای خیلی عظیمی که در زمان حضرت سلیمان ساخته شده است اینها توسط جنیان ساخته شده است و حضرت سلیمان آن آیه هم هست در قرآن برای تایید این مسئله که حضرت سلیمان علیه السلام آنها رو تحت فرمان خود داشت و آنها را به کارهای مهم وامی داشت همچنان که در مورد اهرام سلاسه هم برخی چون این نظری را دارند چون که حتی با امکانات امروزی نمیتوان آن اهرام را به اون شکل خاص درست کرد مثلا میگویند که اگر بخواهن این اهرام را درست کنن باید تا صد آ... تا شهر آسوان که خیلی فاصله دارد چندین کیلومتر خاک رو آماده میکردند تا اینکه به توسط وسایل قدیمی این سنگ های بزرگ رو از آنجا می آوردن و مسالبی هست و گفتن که مثلا آزتکا هم استفاده میکردن از این جنیان یا همین مصریان از جنیان استفاده کردند و اهرام سلاسه و جاهای دیگر رو درست کردن حال ما نمیدانیم و فقط گزارش خیلی کوتاهی بود از این قصه خب همه میگوید که شیر شر و شور در گذاشته که چه میفرمایید؟ شیر که سلطان جنگل است خودش آمده و پابوس سلیمان است که چه میفرماید؟ گرگ با میش آشنا گشته گرگ و میش، گرگ و گوسفند با همدیگر دیگر هیچ مشکلی ندارند و آشنا هستند شاهین و شاهین که میدانید چیز وجود شبیه به اقاب کم کوچکتر از اقاب است و البته شرایط خاصی دارد و بسیار تیز پرواز است تزر و هم خروس میگویم البته خروس ها هم دو نوع بودن خروس وحشی و خروس های اهلی منقار نقار نقار یعنی کینه منقار نقار در باقی کرده یعنی منقار کینه رو کنار گذاشتن یعنی با همدیگر با کینه و با دیگران با کینه رفتار نمی کردن. دیگران با منقارشان نمی آزردن. کاری به کار هم نداشتند. اگر موری اگر موچه ای در جوف جوف یعنی درون داخل شکم در جوف صخره سما سما یعنی بسیار سخت اگر موچه ای در درون صخره و سنگ بسیار سخت غمی و هم می گفتی غم یعنی غم و اندوه هم هم همتی که انسان انجام میدهد و اندوهی که وجود دارد غم خود غم است و هم هم همتی هم است و کاری است که برای آن هم و آن مشکل بیان می شود غم و هم یعنی کاروبار مشکل هر چیزی که مشکلی باشد برای انسان سلیمان مضمون غم و هم و حرکاتش را بشنیدی و بدانستی حتی حرکاتش را میشنید با اینکه یک مورچه در دل صخره سما که آنجا که صدایش نمی... چه صدای پایی دارد که یا صدایی دارد که هم غمش را بشنود ولی حضرت سلیمان میدانست و میشنید روزی باد به حکم توسنی توسن اسب یعنی سرکش رو میگن و مطلق سرکشی رو هم گفتن گفت روزی باد به حکم توسنی از راه سرعت حرکت در انبان آرد پیرزنی درآمد و آن آرد پیرزن را بریخت به پیرزنی داشت میرفت یک کیسه آرد داشت که از مثلا آسیا آورده بود داشت می برد خونش یه دفعه باد آمد و درون این پیچید و باز کرد و همه آرده او به زمین ریخت پیرزن از تحور باد تحور یعنی بیباکی از تحور باد به تزلم به حضرت سلیمان آمد تزلم یعنی ظلم خواهی و در حقیقت مظلوم وقتی میرود که از ظالم تاوان ظلمش را بخواهد به او گویند تزلم به حضرت سلیمان آمد به حضور حضرت سلیمان آمد که ای ولی عهد امر حق ولی عهد یعنی صاحب عهد حضرت رسول صاحب عهد نبوت الهی بود و حضرت سلیمان هم صاحب عهد نبوت بود ای ولی عهد امر حق و ای فیصل عاجیب مقامات و مهمات خلق فیصل کسی که فصل می کند جدا می کند فیصله می دهد مشکلات دیگران رو ای فیصل عاجیب جمع عجیب است عجایب است عجیب جمعش می شود عجائب چیزهای عجایب هم جمعش می شود عاجیب. یعنی جمع الجمع است ای فیصل به مقامات و مهمات خلق کارهای مهم خلق و مقاماتی که وجود دارد تو آنها رو رتق و فتق میکنی زن زن درویشم من زن درویش هستم زن بی چیزی هستم درویش یعنی کسی که بیچیز است و ندار است زن درویشم باد که به حکم توست بادی که به حکم تو هست و تو او را در دست داری در میدان و سخر ناله و ریح می شود. سخر ناله و ریح یعنی مسخر کردیم برای او ریح را آیه قرآن است که در مورد از سلیمان است فرماید که ما ریح یعنی باد را بر برای او مسخر کردیم در اختیار سلیمان قرار دادیم ریح و روح از یک ریشه هستند یکی ریح هست یکی روح هست راه یا روح هست و روح هم چون شبیه به ریح هست شبیه به باد است از اون جهت روح گفتند و چون دیده نمی شود باد دیده نمی شود حرکت هوا معمولا با چشم عادی دیده نمی شود از این جهت به آن هم ریح گفتم و سخر ناله و ریح و ما مسخر کردیم برای او باد را می شد. شدن یعنی رفتن باد در میدان و سخر ناله و ریح می شود. داشت می رفت فعل و یورس و ریاه و یورس و ریاه و, می فرمد. و یعنی ارسال می کند بادها رو باز هم آیه قرآنی است که خداوند به خود میگوید و الذی یرسل یعنی بادها رو او میفرستد اگر خدا نباشد هیچ چیزی در جهان تکان نمیخورد از همی به رسم ذات نامحسوس خود در انبان آرد منامد و آردم بریخ انبان کیسه ذات نامحسوس یعنی هیچ کس او رو با حواس پنجگانه معمولا نمیشد او را دریافت مگر با حس لامسه که باد رو ما درک میکنیم تاوان آرد من از باد بستان خلاصه این است که آن پیرزنی که باد رفته بود و کیسه او را شل کرده بود و آردش ریخته بود آمد پیش سلیمان که بیا و داد مرا از او بستان حضرت سلیمان هم میگوید که باشد بروید از منبع زنبیر بافی من پودی که دارم این رو بیاورید و تاوان آرد این زن را بدهید و به زودی این باد رو هم در قفس می کنم که نتواند حرکت کند و زندانیش می کنم تاوان آرد من از باد بستان یا باد را ادب کن تا بار دیگر گرد دست رست بیو زنان نگردد دست رسته یعنی چیزی که گویا مثلا ایشان خودش این گندم رو کاشته بود و رسته بود و از این گندم آرد درست کرده بود اون آرد رو ریخته بود که میگفت میگه با بیو زنان و پیر زنان کاری نداشته باش سلیمان گفت هم باد را ادب کنم و هم تو را زمان و قرامت بکشم زمان همان زمانت زمانیت هست یه قاعده ای هست در فقه که هر کس هر چیزی را از بین برد و تلف کرد و به دست او بود من اطلف مالا فهوه علیه هر کس مالی را تلف کند بر احتشه که باید برگرداند اون رو به این میگن قاعده زمان و قرامت میکشن قریم هم یعنی مقروض قرامت یعنی کسی به کسی قرض داشته باشد میگه هم زمان میکنم و هم قرامت میکشم بروید از کسب زنبیل بافی من تاوان آرد پیرزن بدهید و باد را به زندان حبس کنید تا بداند بدانید که بادی را که نمکلف است و نمخاتب از بهر حق پیرزنی حبس میکنند میگه باد که مکلف نیست انسان نیست که مکلف داشته. مکلف باشد و تکلیف بر عهده او باشد اما همه باید بدانند و این باد هم بداند که, که به خاطر اینکه به پیرزنی بدی کرده است او را هم زندان میکنند یعنی اینکه حق پیرزن بسیار یک پیرزنی که بی پناه است بسیار مهم است و از سل... سلیمان این رو بهش توجه دارد عدل لمن الملک الیوم ظالمانی را که دل پیر و جوان را به ظلم کباب کنند فرو نخواهد گذاشتند ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون خب میفهمه لمن الملک الیوم لمن الملک یعنی اکنون ل برای من چه کسی است الملک ملک و پادشاهی برای چه کسی است الیوم امروز این ملک و پادشاهی برای چه کسی است خب معلومه که همیشه ملک و پادشاهی برای خداوند است بعد میفرماید که ولا تحسبن الله غافلا البته البته حساب نکن خداوند را که قافل باشد اما یعمل و ظالمون بعد میگوید که از آنچه که ظالمان انجام میدهند خدا قافل نیست یعنی حتما خداوند حق مظلومان را از ظالمان خواهد گرفت اذا خان الامیر و کاتباه و قاز الارز داهی فی القضای فویل ثم ویل ثم ویل لقاز الارز من قاض السمایی خب شعر عربی و شعر زیباست میفرماید که اذا خان الامیر اذا هنگامی که خان خیانت کرد امیر پادشاه بزرگ بزرگ یک مملکت که امر می کند و کاتباه و و کاتبان او بوده به خاطر اضافه نونش هست شده میفرماید وقتی که خیانت کرد یک مسئول یک مملکت رئیس یک مملکت و کاتبانش و همراهانش و مسئولان دیگر و قاضی الارض داهی فی القضایی و قاضی زمینی در قضای خود ظلم و ستم کرد و مکر و قدر داهی به من دو معنا داره یکی معنای قدردار، حیلگر معنای اصلیش همینه بعدن چون قدر و هیله به عنوان یک ارزش مطرح شد داهی رو به عنوان باهوش و کسی که خیلی باهوش است بیان میکنن همین هست دیگه مردم کسی رو که بتواند خیلی خوب کلک بزند و دروغ بگوید او رو زرنگ می نامند داهی می نامند این قصه روزگار ماست خب میگوید گوید ازاخان الامیر و کاتبا اگر امیر خیانت کرد اگر بزرگ یک مملکت خیانت کرد و کاتبانش و آنهایی که می نویسند و دبیرانش و مسئولان دیگر وزرایش خیانت کردند و قاضی زمینی در قضایش ظلم کرد و قدر و حیله به کار برد فویلون ثم سم سمویلون سم پس وای باد سپس باز وای باد و وای باد بر این قاضی زمینی لقاز الارز و ایلون برای کی لقاز الارض برای قاضی زمینی وای باد وای به حال قاضی ارز و زمین من قاض از قاضی آسمان وای به حال قضاتی که ستم میکنند از دست آن قاضی آسمان آن قاضی مطلق قاضی القضاوت کامل که خداونده است ویل هم گفتن یک چاهیست چاهیست در دوزخ که ویل هم از آن گرفته شده یعنی وایباد یعنی ویلون یعنی در آن چاه دوزخ قرار بگیرد خب یک شعر دیگری هم میخواهند این شعرها از خود مولانا نیست از شاعران عرب دیگری است که ایشان اینها رو به یاد داشته یکی از مندی های بزرگ مولانا خواندن اشعار و دواوین عربی بوده است و همین نشان می دهد که ایشان این مطالب رو قبل از دیوان شمس قبل از مصنوی این مطالب رو بیان کرده است و قبل از دیدار با شمس است وقتی که جناب شمس آمد گفت همین آن کتاب ها رو باید دور بریزی کتاب نمیدانم اعشار و متنبی رو به متنبی رو خیلی هاش حفظ بود مثل ما که مثلا بعضی شاعران را از حفظ هستیم مولانا هم خیلی از دواوین شعرای عرب رو توجه داشت و حفظ بوده است و خب خیلی جالب بوده است که در آن زمان اینها رو بیان می کرده بالای منبر یا اینها رو به شکل خطابه مینوشته است در جای خود بسیار جالب بوده است شما الان هیچ خطیبی را نمی توانید پیدا کنید به توانید دو سه بیت شعر عربی را صحیح بخواند این فقر علمی وجود دارد خب می فرمان فلیتک تحلو و الحیات مریرتون و لیتک ترزا و الانام قذاوی خیلی شعر زیبایی است الان که معنی کنم خواهید دید که خیلی البته دوستان شاید خیلی هاشون بدونن معنیش رو ولی خیلی شعر زیبایی میگه فلعی تو که یک است با معشوق خودش سخن میگه فلعی تو که ای کاش تو تحلو شیرین باشی هولو، حلو یعنی شیرین ای کاش تو شیرین باشی ول هیاتو مریرتو در برابرش کل زندگی تلخ باشد اما تو با من شیرین باشی ای کاش تو با من شیرینی کنی با من شیرین سخن بگویی اما تمام دنیا تلخ باشد برای من نمیخواهم تمام دنیا رو من شیرینی تو را میخواهم فلیتو که تهلو والحیاتو مروی رتون ولیتو که ترزا و غذا بود و ای کاش تو راضی باشی از من و تمامی مردم همه از من در غضب و در خشم باشند انام یعنی مردم هر چه که وجود دارد و قذاب هم یعنی قذبناک کسانی که قذیب باشند در قذب باشند و لیتل بینی و بینک آمروی و ای کاش آنچه که میان تو و من است معمور باشد و خوب باشد به صلاح باشد از عمران و آبادی میآید ای کاش آن چه میان من و تو هست آباد باشد و بینی و بین العالمین خراب نه خرابه. اما بین من و بین تمامی جهانیان همه خراب باشد تمام ساکنین دو جهان با من رابطهشان خراب باشد اما رابطه تو معمور و خوب باشد با من از سحمنکل ود فالمال هینی و کل اللذیف وقت ترابه ترابی وقتی که از تو ود یعنی دوستی صحیح دراید مال آسان است من فقط دوستی تو را میخواهم از مال دنیا فقط دوستی تو را میخواهم وقتی که از تو ود و دوستی و محبت مودت از تو باشد پس مال حین است مال هیچ چیزی نیست مال به هیچ درد نمیخورد خیلی ساده هست نباشد انسان فقیر باشد اما تو دوستش داشته باشد منظورش چیست؟ منظورش منظور مولانا خداوند است منظور آن نویسنده آن معشوق خود است ولی اینجا رو ببینید چقدر زیبا بیان می کند و کل لذی فوق ترابه ترابی خیلی زیباست می که و هر کسی که بالای خاک است در نظر من خاک است یعنی بالای خ... عرض یعنی بالای خاک دیگه هر چی که روی زمین است برای من خاک است ما... آن اه... ثروتی که هست مالی که میخواهم بد تو هست مبده تو تو هست محبت تو هست عشق تو هست غیر از عشق تو من هیچ نمیخواهم مال ها هم هیچ کدام به درد نمیخورد همه آن مال هایی که همشون روی زمین هستن همه همشون خاکند با خاک برای من هیچ فرقی ندارد آنچه که هست و ضمنا میگوید که بعدا همه چیز خاک خواهد شد آن شاعر عرب هم بسیار زیبا گفته است پس میگوید که ای خدا تو با من شیرین باش در حال دنیا بگذار که زندگی بگذار تلخ باشه تو از من راضی باش ای خداوند همه مردم با من در غضب باشند کاش بین من و تو آباد باشد بین من و عالمین هر چه در جهان است خراب باشد مهم نیست من میخواهم بین تو و من خوب باشد و وقتی که از تو مودت باشد دیگر من مال میخواهم چه کار چرا که هر چی که بر روی زمین است همه مانند خاک است و ارزش خاک را دارد برای خاک هم که میدانید بی ارزش است سعدی هم مشابه این را میگه گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من خیلی زیباست گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من خاک میدونید که خیلی ذره ذره خیلی زیاد گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم خیلی زیبا اینجا یک تضاد ادبی زیبایی میآفرینند اونجا میگه زیادن اینجا میگه کمند کمتر یعنی از نظر مقدار و ارزش کمیم گفتی ز خاک بیشترن دهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم گفت یک روز صوفی به هشام کیزه ما همچو شیر خون این همان هشام ابن عبد الملک ابن مروان است از مروانیان است از, ق... از مروانیان بین امویان و عباسیان مروانیان حاکم بودند آل مروان حاکمیت داشتند میگویند هشام آدم گاهی آدم خوب میشد و گاهی خیلی آدم بدی میشد گفت یک روز صوفی به هشام کیزه ما همچو شیر خون آشام تو به جای شیر خون ما را میخوری تو چرا اینقدر ما رو رنج میدهی چرا ظلم و ستم میکنی به هشام گفت حدود قرن اوایل قرن اول قرن دوم هجری 105 تا 125 این هشام حاکمیت داشته بر جهان اسلام و خلیفه بوده است روستا پرز بینوایی توست روشن دیگه من اینها رو رد میرم هر کجا مسجدی گدایی توست همه میان معمولا گداها می آمدن داخل مسجد از مردمی که در مسجد بودن چون دیندارتر بودن از اینها تکدی می خون ما شد ز تو سیاه چو شب خون ما را سیاه کردی نان تو گر سپید شد چه عجب تو خون ما را در شیشه کردی نان تو سپید شد تو نان خوب میخوری؟ ما در رنج و عذاب هستیم پیش هشام هش کوفی از زجری این همی گفت های های گری زجر هم میتونیم بگیم زجر اصلش زجر هست به خاطر وزن شعری میتونیم زجر بخوانیم زجر یعنی اینکه یک ظلم و ستم بسیار بزرگی به کسی شود و اصلش این است که اندوه آنقدر زیاد شود که او حرکت از اندوه و از غم فراوان آنقدر غمگین باشد که حرکت های خاصی انجام بدهد نداند که چیست نداند کجا هست بعضی وقتها اندوه آنقدر غم آنقدر زیاد است که شخص دست و پایش را گم می کند حرکات ناموجه انجام می دهد همش از غم و اندوهی است که بر او شده است زجر همین است که اینجا زجر هم می توانیم بخوانیم که زجری که با گری درست در بیاید پیش هشام کوفی از زجری یعنی از درد از درد فراوانی که آن شخصی داشت آن صوفی داشت این همی گفت های های گری این رو میگفت به های های گریه میکرد گری یعنی میگریست گرم شد زن حدیث سرد هشام یا بگیم گرم شد زن حدیث سرد هشام هشام که آدم سردی بود گرم شد یعنی دلش به رحم آمد لیک از هلم نوش کرد آن جام اما از هلم و از بردباری آن جام سرد را و آن جام رو نوشید یعنی خیلی براش گران آمد که چرا کسی آمده است هشام خیلی آدم قدرتمندی بوده است چرا آمده است و چگونه آمده است و به من میگوید که نان تو سفید است و خون ما سیاه کردی به خاطر آن نان گرم شد زان حدیث سرد هشام لیک از حلم نوش کرد آن جام آن جام سختی و آن سخنی که خیلی سخن سختی بود او رو خورد و بردباری کرد حلم یعنی بردباری گفت خواهند که احتران انصاف لیک نزراه راه جهل و استخفاف گفت که آنهایی که کهترند مهتر یعنی بالاتر آنهایی که رد پایینند آنها انصاف میخواهند یعنی خواستار عدالت میشوند اما نه از راه جهل و استخفاف تو جاهلانه عمل میکنی و استخفاف میکنی استخفاف یعنی طلب سبکی کردن سبک سخن میگویی با بزرگ با خلیفه من آدم خیلی بزرگی هستم تو چرا با من چنین سخن میگویی آن شنیدم من از تو این دیدم این بخشودم انت بخشیدم من آن را شنیدم و درو... آن حرفت درست بود ولی این نحوه گفتنت غلط بود این بخشودم این را بخشودم و آن را بخشیدم بخشودن یعنی مال را دادن با بخشیدن فرقش اینه که بخشیدن یعنی اف کردن هم اف کردن است و هم چیزی را دادن بخشودن یعنی مالی را به کسی به کسی بخشیدن پس این دو رو که بخشیدن استفاده میکنن غلط استفاده میکنن اگر بخشیدن به خاطر در حقیقت عذر و از گناه کسی گذشتن باشد آن میشود بخشیدن اگر چیزی را میخواهی به دیگری بدهی آن بخشودن است کان که او دانش و خطر دارد مالش شاه و تاج سر دارد او که دانش دارد و آدم بزرگی است خطر یعنی بزرگی دانش دارد و آدم بزرگی است مالش شاه و تاج سر دارد مال، مالیدن یعنی لط کردن به او توجه کردن معمولا کسی را که میخواهند مثلا بزرگ بدارن مالش میدهند او رو یعنی تیمار میکنن او رو با دست به سرش میکشن اینه مالش شاه و تاج سر دارد ستم از مسلحت نداند آم انتقام از ادب نداند خام ستم را از مسلحت عوام نمیداند که این ستم است یا مسلحت بوده است کسی میآید بر اساس مسلحت کاری را انجام می دهد ولی عوام فکر می کند که این, این ستم کرد بر او انتقام از ادب نداند خام و خام آدم خام نمی داند که وقتی می خواهد کسی را ادب کند دیگر انتقام نمی گیرد. فرق انتقام و ادب کردن را نمی داند. انتقام گرفتن آفتابی که در جهان گردد بهر خفاش کی نهان گردد آفتاب که همه جا دارد میگردد با خفاش چه کار دارد نیست خفاشک ادو آفتاب او ادو خیش آمد در هجاب آفتاب که کاری ندارد خفاش میماند در درون قار میگوید که آفتاب از من رخ برگردانده است خورشید از من روی بر خورشید به من نگاه نمی کند تو چه نسبتی با خورشید داری تو کی در برابر خورشید نشستی که او به تو ب... ب... ندهد و آنچه را که میخواهی تو خودت را از او دور میکنی بنابراین مثال انسان است که خفاش مثال انسان است که از رحمت الهی خود را دور میدانند و میگویند خدا به من لطفی نمی کند خدا با من هیچ کاری نداره خدا مرا رها کرده است اینها خفاشند خفاشانی که خودشان را از آفتاب و لوحیت دور نگه داشتند در قار سرد خود ماندند و جرأت دیدن آفتاب را ندارند بعد هی دنبال آفتاب هی سخنانی میگویند هی میگویند این آفتاب با من کاری ندارد این آفتاب به درد نمیخورد این کذاب و کذا هست در حالی که اگر اینها از قار افکار باطل خود بیرون بیایند و چشم خورشید بین داشته باشند اون وقت میتوانند بدانند که چه باید بکنند آفتاب اصل چرخ و گنج آمد اصل چرخ است اصل این کیهان آفتاب است این منظومه آفتاب است و گنج است گنج مهمی است آفتاب گرچه خفاش از او برنج آمد به ذات پاک زلجلال که قدم از قدم بر ندارند روز حساب خب سخن رو عوض میکنند میفرماید که قسم به ذات پاک زلجلال یعنی صاحب جلال که در روز حساب در روز قیامت قدم از قدم بر ندارن، تا از عهده این سه سوال بیرون نیایند یعنی نخواهند گذاشت که به راهشان ادا همه دارن میرن اینها رو نگه میدارن همه انسان رو نگه میدارن این سه سوال رو از همه خواهند کرد از من و شما هم خواهند کرد چنان که سید عالم میفرماید سید عالم همان حضرت رسول صلوات الله علیه است لا یرفع المؤمن قدما عن قدم لا یرفع بر نمی دارد. رف یعنی برداشتن بر نمی دارد مؤمن قدمی از قدمش حتی یسأل عن سلاس تا اینکه که یسأل سوال می شود از او از سه چیز یعنی در روز قیامت همه رو نگه می دارند استاده نگه می در محضر الهی سه سوال می کنند باید جواب دهد بعد رد شود اولین سوال چیست؟ ان عمرهی فی ما افنا از عمرش که در چه چیزی فنا کرد عمرت را در چه چیز فنا کردی؟ خیلی زیباست نمی که ان عمرهی فی ما صرفه مثلا عمرش را در چه چیزی صرف کرد از اول دفع دخل مقدر شده است به قول طلاب یعنی از اول گفت که در چه چیزی فنا کرد در چه چیزی از بین بردی چون انسان عمر خودش را معمولا از بین میبرد از همه سوال میکنن که عمرت را در چه چیزی بردی از بین بردی فانی کردی عمرت را سوال دوم و ان شبابهی فی ما ابلاهو و از جوانیش که در چه چیزی آن را انجام داد و در چه چیزی گذاشت جوانیش را در چه چیزی به سر رسانید جوانیش را و انماله من عین او و فیما انفقه و از مالش میپرسند که از کجا آن را کسف کرد به دست آورد و در کجا خرجش کرد از دخل و خرجش میپرسند از سه چیز از عمرش از جوانیش و از مالش فردای قیامت هیچ بنده ای را فرو نگذارند تا از عهده این سه سوال بیرون نیاید باید جواب درست حسابی هم بده ها نه اینکه جواب غلط بدهد بگین بیا برو نه اونجا نگرش میدارن تا دا اینکه جواب های حقیقی از او بگیرن یکی سوال کنن که عمر عزیز را در چه گذاشتی دوم که جوانی به چه چیز رساندی به سر سوم که دنیا را از کجا جمع کردی حلال بود یا حرام و به کجا به کار بردی در راه حلال یا حرام و نیکی به کار هر کس را در دنیا دعوی است دعوی یعنی ادعا باش تا داغ ازل بر گوش مدعیان زنند داغ ازل زدن از یعنی کسی رو از منصبی دور کردن داغ زدن معمولا قدما مشهور بود داغ های مختلف بر سر و روی انسان ها می زدن که همیشه مشخص شود معلوم شود بر مجرمان هم داغ می زدن بر دستشان بر پیشانیشان بر گوششان بر لبشان بر گردنشان هر کدام یک مناسبت هایی داشته داغ ازل بر گوش مدعیان زنند خیلی زیباست یعنی داغ میزنند به گوش مدعی که نشنود از مقام استما گوش را ازل میکنند و این ندا به سمع عالمیان در دهند به سمع یعنی به گوش عالمیان برسانند که یوم تبل السرائر یوم آن روز که تبلا آشکار می شود از سرائر اسرار جمعش می شود سرائر و سر جمعش می شود اسرار اسرار جمعش می شود سرائر آن روز که تمامی سرها آشکار می شود و می شود امروز روزی است که پرده ها را برداریم و همه را به صحرا بیرون آریم صحرای محشر و همه را زبان ها مهر کنیم هازا یوم لا ینتقون این آیه قرآن از کل همش میفهمد این آن روزی است که اینها سخن نمیگویند آیا خداست نمیگذارد اینها سخن بگویند نه خدا عادلتر از این است که نگذارد اینان خود آنقدر شرمنده هستند که دیگر سخنی برای گفتن ندارند آنقدر حجت الهی بر اینها بار میشود آنقدر حجت اینها الهی بر اینها قوی است که اینها دیگر سخنی ندارند حرفی ندارند برای دفاع حرفی ندارند اگر دروغ بگویند همه آن چیزی که گفتند همه رو میارند در جلوی او من به کسی ستم نکردم تو ستم نکردی بیاورید پرونده هایش را میآورند و خود خود را میبیند که آنجا دارد به کسی ستم میکنند و آنجاست که یوم از تو حدس و اخبارها به ان ربک او ها اینه این تحدیث اخبار این است یعنی آن روز زمین ازازدت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها زمین زمین زلزله میکند و زمین سنگینی هایش را میبرد و قال الانسان مالها انسان میگه مالها چی شده چرا زمین اینقدر میلرزد همچون که در این زلزله ها میپرسیم چه شده است و قال الانسان مالها بعد آنجا ادامه ازاز زت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها و قال الانسان و مالها یوم تحدث حدس اخبارها آن روز است که زمین خبرهایش را میدهد به ان ربک رب او حالها چرا میتواند خبرهایش را بدهد چون که ربت او حالها وحی کرد به او به زمین وحی کرد و گفت که سخنهایت را بگو و تا آخرش که ای حریقان آتش شهوات بی غریقان قریقان قلزم خطرات حریق یعنی سوخته ها حریق اینجا محروق است که ای کسانی که در آتش شهوت ها سوخته اید ای قرق شده قان قلزم دریای بسیار وسیع قلزم میگویند ترکی هست این کلمه بی قریقان قلزم خطرات ای ای قرق شده گانه دریاهای خطرات و اشتباهات دان چند از این حرص و چند از این شهوت چقدر به دنبال حرص و شهوت خواهیم چند از این فسق و چند از این زلات فسق یعنی کار بد کار گناه گناه کبیره را هرگز انجام بدهد به او میگن فاسق و البته ادهی معتقدم که فسق انسان را از ایمان خارج میکند بعضی معتقدن فسق انسان را از ایمان خارج نمی کند آیا بدهی معتقدن که از جمله خوارج معتقدن که انسانی که گناه کبیره کرد از ایمان ساقط می شود دیگر مؤمن نیست و بعضی گفتن که از اسلام هم ساقط می شود از جمله خوارج گفتن یک کس یک کار بدی کرد او دیگر مسلمان هم نیست کافر شده است همین تکفیریان هم تکفیریانی که بودن همین نظرات رو داشتن، نظرات خوارج رو داشتن ولی ادهی معتقدن که فسق انسان رو از خیلی ها معتقدن فسق انسان رو از اسلام که اطمن بیرون نمی آورد از ایمان هم غالبا معتقدن بیرون نمی آورد و راه توبه برای انسان های گناه کبیره کردن انج... باز است زلات بازا یعنی لغزش ها زل یعنی لغزید چند از این حرس و چند از این شهوت چند از این فسق و چند از این زلا این همه لغزش این همه کارهای گناه چقدر این کارها رو میخوایی بکنی چرا سوخته آتش شهوت هستی غرق شده دریای خطرات هستی چند از این حزل و چند از این هزیان چقدر حزل میگویی حزل یعنی سخن بیهوده سخن بیهوده رکیک و غیر مناسب رو حزل میگویند چند از این حزل و چند از این هزیان چند از این فعل و چند از این تامات چقدر این کار را انجام دهیم؟ تامات هم معمولا سخنان خلاف عقل رو تامات میگوین در برابر شط یا شتیات که سخنان خلاف شر است تامات سخنان به ظاهر خلاف عقل را گویند چند از این مکر و چند از این تلبیث چند از این رسم و چند از این آدات چقدر این رسم و عادات غلطی را که برای خود گرفته ای توجه می میکنی از این مک و از این تلبیس تلبیس یعنی لباس دیگری به چیزی پوشاندن یک مثلا یکی خوب است لباس بد به خوب بپوشان می شود تلبیس چیزی را چیز خوبی را بد جلوه دهی و چیز بدی را خوب جلوه دهی به این گویند تلبیس یعنی لباس پوشاندن لباس نامناسب پوشاندن زین سرای مرد فریب هزر کن از این دنیایی که انسانهای بزرگ را میفریب الحرب زین رباط پر آفاد رباط یعنی کاروان سرا حرب هم یعنی فرار حرب یعنی دویدن و فرار کردن خب میگوید هزر کن از این دنیای انسان فریب و بگریز از این کاروانسرایی که همه جایش آفت و مریضی و بیماری است یک کاروانسرایی است که همه در آن مسلولند و اگر تو هم اندکی بمانی به آن خواهی رسید در بهار حیات بفرستید نفسی خوش سوی رمیم و رفات در بهار زندگی یک نفس خوش بفرستید سوی رمیم رمیم یعنی پوسیده چیزی که پوسیده شده است آیه قرآن هم هست که کسی آمد و آن استخوان رو در دست گرفت و گفت که وحی رمیم داشت این رو گفت من یهی هل لذی چه کسی این را زنده می کند بعد از اینکه مرده است که قصه خاصی دارد و قصی حضرت اوزی در این ارتباط است خب فرمود که رمیم رفات هم هر چیز کهنه و هر چیز به درد نخور و هر چیزی که خیلی مندرس هست و قابل استفاده نیست میگه این, این دنیایی که می‌بینی یا همه پوسیده هست یا همه کهنگی و اصلا خود این دنیا خیلی کهنه است دیگه خود این دنیا خیلی باستانی است دیگه خیلی قدیمی شده یک کار نو یک روش نو یک رفتار نو باید داشته باشیم در این دنیای کهنه کار نو کردن خیلی مهم است کوس دولت همی زنید امروز برکشید از نیاز دل رایات کوس همان تبل بزرگی بوده است که دولتیان می و کوس دولت یعنی وقتی میزدن یعنی این حاکمیت و این قدرت وجود دارد به واسطه طبل اعلام بر برکشید از نیاز دل رایات رایت ها رایت یعنی پرچم های پادشاه و بزرگان از نیازی که دلتان دارد از آنجا رایت ها نیاز دل رو به رایت تشبیه کرده به پرچم تشبیه کرده یعنی ما که دلمان نیازمنده است آنها را به شکل رایت به خدا نشان دهیم به جهانیان نشان دهیم و به خدا بگوییم که خدایا ما پرچم صلح آورده ایم با تو میخواهیم آشتی کنیم کیسه های امید بردوزید کیسه دوختن که یعنی آماده کردن برای اینکه یک کاری را انجام دهند کیسه های امید بردوزید این دم لطف و رحمت است و سلات این دم لطف است رحمت است و سله ها سله آن چیزی که پادشاهان میدهند سله همان وصل بوده است که واو رفته و به جایش تا آمده سلت جمعش هم میشه سلات جمع سالم مؤنس است و سلات یعنی سل چیزی که پادشاهان به انسان های دیگر میدهند پولی که میدادن به این میگن سلات میگه که شما نیاز انجام دهید آمده از خدا میخواهد به شما سله بدهد خداوند میخواهد به شما در برابر این احساس نیازتان یک لطف و مرحمتی بکند هر چه میخواهید به شما بدهد ای خدایی که لطف تو سازد سال و مه را وظیفه میقات. ای خداوندی که لطف تو سال و ماه را وظیفه میقات میکند میقات محل و زمان محل و زمان خاصی که در آنجا عهدی بسته شده است میقات موقات بوده است مفقات بر وضع مفتاح مفقات همان از وقت میآید آید بر وضع مفعال است به واسطه کسری میم واف تبدیل به یا شد شد میقات مفقات یعنی ابزار وقت چیزی که وقتی که در آنجا تعیین شده است و مشخص کردن زرگر سنع تو مرسع کرد گوی زردین هلیه اوقات میگه زرگر تو یک زرگری داری صنعت تو آنقدر مرسع یعنی جواهر نشان کردن معمولا در جوا... در تلاها می آوردن و جواهرات رو کار میگذاشتند به آن می مرسع و زرگر سنع تو مرسع کرد گوی زرین هلیه اوقات هلیه یعنی آن هر چیز زیبایی که به عنوان زینت به کار رود بهش میگن هلیه هلیه به نام یعنی زینت این هلیه زرین اوقات زرگر تو آمد این هلیه رو مرسع کرد یعنی چیز زیبایی که بود و هدیهی که بود آمد و اون رو جواهر نشان کرد منظور چیست از همین اینها منظور این است که شاعرانه هست منظور این است که وقتش رسیده است که شما دست نیاز به سوی خداوند دراز کنید و خداوند هر چه میخواهید به شما بدهد شبه معذرت ز به پذیری کریم از قلاده تاعت شبه آن چیزی که گوهر نیست گو... ولی یک سنگ بی ارزش است بهش میگن شبه که شبیه در حقیقت گوهر است شبیه در است شبیه مروارید است شبیه یاقوت است به همین خاطر میگن که میگه این شبهه یعنی چیز قابل ارزشی نیست یک سنگی است شبه معذرت ما به پذیر کریم از قلاده تا قلاده یعنی گردن بند تا میگه که ما از اطاعت تو قلاده بستیم ایم اما قلاده باید چه باشه گردمند باید از طلا باشد از سنگ های گرانبها ها باشد ما چیزی نداریم که به تو بدهیم این شبه است یک سنگ بی مقدار است اما این را هم از ما بپذیر این اطاعت رو هم از ما قبول کن در طلب پوینده چون باد باش زهر بیماری از چون شکر نوش کن خب میگه اگر میخوایی طلب کنی مانند باد طلب کن باد میبینید چقدر سریع میره ننشینید آرام سریع طلب کنید به دنبال طلب الهی بروید زهر, زهر بیماریش چون شکر نوش کن اگر او زهر آورد که بگوید که این زهر است بیمار خواهی شد باید مثل تریاک مثل جاندارو این رو بخوری. مانند شکر نوش کن دل را بگوی تا عافیت را بدرود کند به دلت بگوی که آفیت آن عاقبت خوب و عاقبت نیک که همان عافیت هست عاقبت خوب و نیک را بدرود کند خدا کند تن را بگوی تا سلامت را تبرا را دهد تبرا یعنی جدا کردن تولا و تبرا تبرا یعنی جدایی جستند بگو که سلامت را دور کند یعنی نمیخواهد که تنش سلامت باشد که هر که خانه ای بر لب دریا کند موج بسیار بیند خیلی زیبا میفرماید که هر کس خانه کسی برود خانهش را کنار دریا بسازد موج هایی که میآید به خانه او میزند خیلی زیاد خواهد بود کسی هم که بیاید در نزد خداوند خانه بسازد آن وقت موج های عظمت او به او خواهد رسید و آن وقت بایستی از سلامت بدن رها شود از زهر او را مانند شکر نوش کند عافیت و عاقبت نیک رو بدرود کند چرا که او دوست می دارد که انسانها در بلا و رنج باشند تا بیشتر به او توجه کنند و خدا می که ان الانسان لیتقا از رعاه استغنا قرآن فرمود که انسان تغیان می کند اگر استقنا به سراغش بیاد اگر مستغنی شود بی, بی, نیاز شود آن وقت انسان تغیان می کند به خاطر همین دوست دارد که دوستانش رو در رنج بیاورد دوستانش را مریض می کند دوستانش را فقیر می کند دوستانش را به مسائل مختلف امتحان می کند و اینها رو رنج میدهد تا اینکه فقط به یاد او باشند و به سراغ او بیایند هر که خیلی زیباست هر که خانه ای بر لب دریا کند موج بسیار بیند و هر که دعوی محبت کند زهر بلا و مهنت بسیار جرد ادعایی که می کند و دعوا ادعاست که من تو را دوست میدارم ادعای محبت کند به خداوند زهر بلا و مهنت بلا و رنج و عذاب برای او بسیار است گفتن البلا او للولا بلا برای دوستان است خدا با دشمنانش کاری ندارد اتفاقا دشمنان خدا رو ببینید همه خیلی خیلی راحتن خیلی آسوده زندگی میگذرانند و کسی که از خدا دورتر میشود این زندگیش بهتر میشود به خاطر چی به خاطر اینکه خدا میخواهد که در آخرت دیگه حجتی نداشته باشد نگوید که چرا ندادی چرا چون کردی میگه ببین همه چیز را به تو داده اما برای دوستانش دیگر آنجا کار رو سخت میگیرد این گویا کار خود خداست تا در نزنی به هرچه داری آتش هرگز نشود حقیقت وقت تو خیر کل قصه رو فرمود تا به هر چیزی داری آتش نزنی در هر چه که داری آتش در نزنی حقیقت وقت تو خوش نمی شود وقتت خوش نمی شود وقت خوش یعنی چه؟ یعنی وقتی باشد که انسان باشد و در خدا باشد وقت خوش آن است که بنده باشد و خدایش باشد خلق باشد و خالقش عاشق باشد و معشوقش و قرع المقری یا اقرا المقری نمیدانیم جا مقری خوانده است یا میگه اقرع المقری بخوان ای مقری مقری چه کسانی بودن مقری در حقیقت خوانندگانی بودند که قرآن رو میخوانند قرآن رو قرائت میکردند بیاره مقری سلاسل جلاجل اجزای عاشقان را جلاجل جمع جلجل است جلجل به معنای زنگ های کوچک و به معنای چرمی هم جلجل به معنای چرمی هم هست که رویش زنگ های کوچک زنگوله های کوچکی میگذاشتند که حرکت میکرد و بعضی حتی به کمر میبستن به حیوانات به گردن حیوانات میبستن که معلوم شود و مردم کنار روند به جای بوخ های امروزی مثلا به گردن شطران و اسبان اینها اینها رو این جل, جل ها رو میزدن سلاسل جمع سلسله هست سلسله یعنی زنجیرهای جلاجل اجزای عاشقان را به الهان قرآن به جنبان. یعنی عاشقان که آمدن زنجیرهایشان را به زنجیر عاشق چیست معشوق زنجیر کرده دست و پای عاشقان را میگوید قرآن بخوان تا اینکه زنجیرها و جلجلها و زنگوله های اینها بچرخد اینها عشقی بکنند و اینها صفایی بکنند به قول خودمان همچنان که وقتی که دیوانگان زنجیرش را به حرکت در می دیوانگی دیوانه بیشتر می شود و خلاصه ناشکیباتر می شود و کارهای خاصی می کند آشقان هم آشقان قرآن همچنین وقتی آیات قرآن بر اینها و ازا عليهم علیهم آیاتنا هم ایمانن وقتی که آیات ما بر اینها نازل می شود خانده می شود تلاوت می شود اینها در درون خودشان چیزی احساس می کنند و اقشعرت جلودهم پوستهای اینشان در هم, در هم فرو می رود و اصلا گویی که یک نوای غیبی و ندای ملکوتی بر جان اینها رسیده است حالشان دگرگون می شود بگو که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الاله مسبب الاسبابی لعبادهی و مفتح الابوابی که از اینجا دیگر بماند گویا خسته شدید دوست می داشتم که این رو تمام کنیم ولی باز هم بماند انشالله که جلسات بعد ادامه می دهیم این مبحث رو و السلام علیکم و الله